دوستان گرانقدر به درس روزی 43 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس گذشته ما روی پرایس لیول لیست صحبت کردیم که با پرایس لیول لیست برای کتگرایز کردن مشتری ها استفاده می کردیم ما که کدام مشتری ما تاپ است، کدام ما میدیم، کدامش لوور است و به مشکل به دیگه بخش هم کار کرده میتونین، یعنی به مثال دیگه هم کار کرده میتونین. خب ما یک مثالی که گفتیم به اون شکل بود. موضوع امروزی ما شما که از بلینگ ریت لیول یا بلینگ ریت لیول لیست هستن، بلینگ ریت لیول لیست که هستن یا لیول که هستن با وندر، امپلوی و کستومر کار میکنن. در اینجا ما شما چی میکنیم؟ امپلوی و وندر خود ای را کتگرائز میکنیم که مثلا یک مشتری میایا، یک مشتری به نام آریا دلتا، یک مشتری ما میایه برای ما میگه که برای ما کویک بوک ترنینگ پروواید کو، با کمپانی ما ترنینگ کویک بوک پروواید کو. این ترنینگ ما یا با توسط امپلویز خود انجام میتیم برای زی پروواید میکنیم، و یا هم اگر امپلوی ما مصروف باشه توسط وندرهای خود، با وندر خود میگیم که بیادر این قسم یک مشتری ماست یا مثلا یک کمپانی است از ما، دوستای ماست، برای شما ترنینگ بتین، در مقابل از ما پول می پرداخت میکنیم برتون. خب اگر امپلوی ما است، مثلا امپلوی ما مثلا نفرای داریم که زیاد تجربه کاری دارن، مثلا تاپ ترنرای ما شما است، صحیح است، ترنرز ما شما است، و به مو شک مثلا به مو شکل میدیم لیول ترنرای ما شما است، میدیم نمیفهم سپلنگش چی رقم است، اسپیشم اشتباه نشوه، میدیم لیول ترنرای ما شما است. ببخشیم که سپلنگ ازی چی تو زیادم رفته، گیره من نوشته میکنم ایجا میدیم لیول، ولی جور میشه میدیم لیول ترنرز. خب میدیم صحیح است، اینم است. خب این میدیم لیول است، اینجا میم نوشتم که میدیم لیول ترنرز، تاپ لیول ترنرز، و به مو شکل امرای ما شما لوور لیول ترنرز است. مثل که ما شما اگر متوجه باشین در چی که داشتیم، در کستومرهای خود، تاپ کستومر، میدیم، به مو شکل دیگه شد. خب ما میگم که بیادر اگر مثلا مشتری ترنرهای تاپ ما برای زی ترنینگ میتن، فرض مثال فیسی ترنینگ که هستن 3000 افغانی است، ما میگم اگر ترنرهای تاپ ما ترنینگ میتن با 3000 افغانی باید 15% دیگه میزافه شو از زمین، چون ترنرهای تاپ ما هستن، و به مو شکل اگر میدیم لیول مثلا ترنرهای ما ترنینگ میگه 10% از اکچوال پرایس دیگه باید با اینا چی شوه اضافه شوه، و اگر چیست مثلا لور لیول ماست، فرض مثال ایچ امی خود فیس بگیرم، امی چیزی اکچوال فیس کیست، یا گفتم میتونیم که 5% چی شوه دیگه اکسترا چارج کنم. ایرا قسمی که در اینجا گفتم ایرا به اساس وندرم میتونیم، مثلا که اگر مشتری امپلوی کارمندای ما مصروف می باشن، مشتری را ما با یک وندر خود معرفی میکنیم، برش میگم که ببخشین دوستان که برای ما زنگ آمد. خب وندرهای ما شما هم مثل امپلوی ما است که وقتی که یک مشتری را برش معرفی میکنیم، مثلا وندر ما که از 3000 افغانی میگیره، صحیح اکچوال کاست ترنینگ که از 3000 افغانی است، و به خاطر از اینکه بعض وندرهای ما که بسیار توانایی بالا در مثلا نسبت به دیگر کسایی که در بازار مثلا ترنینگ پروواید میکنه، ما چی میکنیم؟ بر علاوه اینمی 3000 افغانی امرایش که هست مثلا 10% دیگه هم چی میکنیم؟ چارج میکنیم، از اون مشتری ما که هست پیسه زیاد میگیریم. به اون شکل اگر مثلا وندر ما که زیاد وندر چینه باشه، صحیح است؟ ای پیسه میشه که به خاطر ازی هم باشه که مثلا وندر ما تاپ است، و ای طور هم میشه که مثلا وقتی که وندر ما است پیش ما 3000 افغانی میگیره، ما مجبور استیم 500 افغانی دیگه هم سر ازی چارج کنیم، صحیح است، به خاطر ازی که کمیشن ما مشخص معلوم باشه. پس
بلنگ ریٹ لیول یا بلنگ ریٹ لیول لیست کس به این شکل کار میکنه که ما امپلایی و وندرهای خدا اگر به یک کستومر ما سرویس پروواید میکنه او را ما بخواهیم که یک فیصدی از امو اکچوال پرایس یا اکچوال کاست کس اضافه تر سر مشتری ما چارج کنیم باز بخاطر از این ما شما از بلنگ ریت لیول لیست استفاده میکنیم. خب زیاد روی تیوری گپ نمیزنم، ایره ما کلوز میکنم و چه میکنم؟ میایم در برنامه کویک بوکس. در برنامه کویک بوکس که آمدیم در اینجا ببینین اگر ما بیایم روی وندرم، روی وندر در اینجا فرض مثال اینی وندر های ماست، کویک بوکس پروفیشنل ترنینگ سنتر یک است، دیوا فینانشل سرویس دیگه است. اگر روی ازی کلیک کنم یا روی ازی کلیک کنم، دابل کلیک کنم یا رایت کلیک ایدیت بگیم یک چیز است. وقت کلیک کنم ما بیایم در بخش پیمنت سیتنگز، در اینجا ببینید شما یک بخش است به نام بلینگ ریت لیول یا بلینگ ریت لیول لیست. سابقی را ما شما از مینوی لیست میتونست مثل پرایس لیول لیست، اینجا کماند میامد به نام بلینگ ریت لیول لیست که از اون طریق ما لیست ها را جور میکردیم. در اینجا که مثلا اگر شما متوجه شده باشین اینجا که جور میکردیم آلی در کویک بوکس ورژن 2021 که است در اینجا ای کماند نیست، شما میتونین که از این قسمتی کار بکنین، مشکل نداره. ما وقتی در اینجا میخوایم که یک مثلا این مشتری وندر ما که است بسیار تاپ وندر ماست، هر وقت که ما مشتری را برازمی وندر به اینمی وندر معرفی میکنیم که یا مثلا سرویس پروواید کنه به مشتری ما، باید 10% اضافه چی شوه و مشتری ما چارج شوه. رایت کلیک میکنم میرم در ایدیت، در ایدیت که اومدم در اینجا در پیمنت سیتنگ میرم و بعد از میام در اینجا میگم که اد نیو. در اد نیو که اومدی خب اول نام بدی، مثلا بلینگ ریت لیول هر نامی که شما تعیین میکنید مشکل نیست. مثلا من نوشته میکنم که تاپ وندرز وندر، یا نوشته میکنم که تاپ ترینر ما شما، خب نه نوشته میکنم تاپ وندر ایره این آمدن. خب اگر قیمت فکس نوشته میکن مثلا هاورلی ریت فکس نوشته میکن که اینمی مشتری وندر ما که به هر مشتری ما سرویس پروواید میکنه ساعت 5000 افغانی باید مشتری ما چی میشه چهار شما، میگم نه ایره به اساس چی میکنیم، میگم که ایره بعدن صحبت میکن. خب چه قسم که کار میکنه براتون گفتم، میان د کاستم هاورلی ریت پر سرویس آیتم انتخاب میکنم، میگم اینی سرویس هایی است که دفتر ما چی میکنه پروواید میکنه. مثلا ما کویک بوکس کنسلتیشن انتخاب میکنم، کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ انتخاب میکنم و کویک بوکس آنلاین ترنینگ، ایره سه دانه را انتخاب کردم. صحیح است، ایره که انتخاب کردم و بعد از میام چی میکنم، میگم که بیادر ده اینجا میام میگم که بیادر هر وقت که اینی وندر ما شما مثلا اینی وندر ما که تاپ وندر ما ترنینگ پروواید میکنه، اول ارجست کلیک میکنم، ارجست که کلیک کردی ده اینجا که کلیک کردی برد پرسان میکنه که چند فیصد میخوایی که از امی ستندر ریت مثل پرایس لیول لیست است. ایجا ستندر ریت که از اکسترا چار شما، میگم کم میخوایی زیاد میخوایی، میگم که ده فیصد چی شوا؟ لور شوا یا اپ هایر شوا؟ میگم هایر شوا. دین چی؟ دین ستندر ریت، یعنی ستندر ریت است از این باید 10% چی شوا؟ اکسترا چارج شوا. بعد از اوکی کلیک میکنم، وقتی که اوکی کلیک کردم شما ببینین 2200 افغانی است، 2200 افغانی 10% از زیر که چارج کنیم تقریبا 2420 افغانی میاد. صحیح شد، به اون شکل 5500 است. اگر 10% اکسترا شوه 6050 افغانی میه، به اون شکل ایدگاهشم، چون ما این سه دونه را انتخاب کردیم. اگر کلش انتخاب میکردی سلیکت آل میگین. بعد از چی میکنم؟ من اوکی کلیک کردم. اوکی کلیک کردین اینی وندر ما شما دیوا فینانشل سرویس که هستن، بلینگ ریت لیول از این معلوم است. اگر بعد از این هر مشتری ما که اینی وندر ما که به نام دیوا فینانشل سرویس هستن سرویس برش پروواید میکنه، هر نوع سرویس که باشه، خصوصا ما که انتخاب کردیم دو پیشتر سیدن سرویس، 10% دوره اکسترا چارج میکنه. از کدام قیمت؟ قیمتی که ما شما در آیتم لیست ده اینجا مشخص کرده بودیم، مثلا ده اینجا چند بود؟ 2200 5500 5500 از این 10% چی میشه؟ اضافه چارج میکنه. اوکی کلیک کردم. با مو شکل مثلا اینی نفر میگم که اینمی کویک بوکس کس، میگم ای که هستم چی شوه
ای فرض مثال میگم که 20% اضافه چارج کنه. سر زو رایت کلیک کردم، به ایدت وندر رفتم و به پیمنت سیتینگز رفتم. ده اینجا باز ده بلینگ ریت لیول آمدم، میگم که ای ده تاپ وندر ما نمی آیا. مثلا میگم که فرض مثال لور وندر ما یا میدیم لیول وندر ما شما هستن. ده ات نیو میم برازیم یک بلینگ ریت لیول جور میکنم. خب چی نام میتی؟ مثلا نوشته میکنم که لور میدیم لیول، مثلا میدیم لیول وینڈر. و باز ایجا کسٹم هاورلی ریٹ سیستم انتخاب میکنم، میگم که بهتر اینی سرویس ها اینا پروواید میکنه برای ما، اینا کس مهارتاشون در اینی بخش هسته. وقتی که اینی سرویس ها به مشتری ما پروواید میکنه، مشتری ما برازی معرفی میکنیم، چی شوه؟ یا 5% از ما کس اینی قیمت میگیره، یا خو همین وندر ما برش اینی پول پرداخت میکنیم برازی. مگر مشتری رو که ما چارج میکنیم، میگم 5% اضافه تر از استاندارد قیمت شو چارج شو که یک چیز کمیشن ما معلوم باشه. بعد از اوکی کلیک میکنیم. وقتی که اوکی کلیک کردم، بعد از اوکی اگر ما بیایم د ایمپلوی، د ایمپلوی ببین ما چند تا ایمپلوی داریم. اجمل همدار است، محمد اسلام سیف صد. یوم بخشی بلینگ ریت لول داره. اگر رایت کلیک کنم ادیت بگیم، د ادیت که اومدین شما اینجا بیاین امروی ما شما د بخشی یک بخش است به نام ده د اډیشنل انفورمیشن. د اډیشنل انفورمیشن اگر شما ببینین بلینگ ریت لول اومده اینجا. میتونیم که به ایمپلوی هم بلینگ ریت لول مشخص کنیم. مثلا من اجمل همدرد که است، مثلا یه چیز تا که به طور مثال میگم، این نسبت به محمد اسلام صاحب زاده مثلا بسیار ترنر تاپ ما شما است. ای 20% از می چی که است، هر وقت که ای ترنر ما به کس ترنینگ پروواید میکنه، از می اکچوال کاست که است، استاندارد ریت که است، 20% اضافه میگیریم. میام دیگه برازیم چه میکنم؟ یک دونه بلینگ ریت لول چور میکنم، نوشته میکنم که تاپ ترینر، تاپ ترینر. و دا پالیش نوشته میکنم 20% اکسترا. یک بلینگ ریت لول چور کردم به خاطر کارمندای خود. بعد از دا کاستومر میگم ایام کس اینی ترنینگ را پروواید میکنه، دس ادجستد اومدم، میگم 20% چی شوه؟ 20% لوور نشو، هایر شو. اوکی کلیک کردم، این 20% هایر اینقدر میشه. به طور مثال نام خودم انتخاب میکنم، میگم محمد اسلام. این نمیفهم مثلا کویک بوک چیزا رو زیاد بلد نیست. به طور مثال میایم ده اینجا ده ادیشنل انفورمیشن، میگم که این نفر کی هستن. ای کی هست؟ مثلا لوور لول امپلوی او چی ماست، امپلوی ما شما هست، لوور لول ترنر ما شما هست. و میگم که ای چی شوه؟ 10% لوور شوه، لوور از می اکچوال کاست کس یا استاندارد ریت کس از 10% چی شوه؟ کمتر فیس بگیره. وقتی که کسی را که ترنینگ میتا باید فیس کمتر باشه. میام ده اینجا میگم که ایم این سه پروگرام تدریس میکنه و این دفعه در جسد کامت میگم 10% چی شوه؟ چون دو جمع نوشته کردیم، 10% لوور شوه دن استاندارد ریت. اوکی کلیک میکنم. شما ببینید اینجا 5500 قیمت اصلیش است. وقتی که این نفر ترنینگ میتا به کسی، اون 4950 روپاز افغانی باید بگیره. بخاطر از اینکه 10% باید کم شد، چون این استازی نو است. ما مثلا میخواییم که شاگرده با تدریس ازی بلد شود تا شاگرد پیدا شد. مثلا فیس که کم باشه شاگرده زیاد میاد. به طور مثال دکه تا که شاگرده با این بلد میشه، بعدن که بلد شد میشه که فیسش زیاد کنیم. اوکی کلیک میکنم. بعد از اوکی و بعد از هم اوکی کلیک کردم. اینال شما ببینید ما چی میکنم. مثلا این چیزا مشخص شد، میایم در مینوی کستومرز. ما گفتم که بلینگ ریت لول که است، وندر، امپلوی و کستومر با اینا یک جای کار میکنن. خب میایم به طور مثال در انتر تایم میایم یوز ویکلی یا یوز ویکلی تایم شیت میگیرم یا انتر سنگل اکتیویتی، هر کدامش که دل خودتان هستن. ویکلی یوز ویکلی تایم شیت انتخاب میکنم. این انتخاب کردم به طور مثال از ما که است، مثلا یک دونه این دفعه اول وندر میگیریم. مثلا دیوا فینانشل سرویس اگر شما متوجه بودین باشین، در اونجا ما 15% اکسترا گفته بودیم. دیوا فینانشل سرویس یک وندر ما شما است. اینیا که است به یک مشتری ما به نام چیست؟ به نام انترکانتیننتال هتل کابل برازی که است سرویس پروواید کرده. ما اینی کانتینتال با این معرفی کردم یا ایر با این معرفی کردم که برین شما اینی سرویس پروواید کو. کدام سرویس؟ کویک بوکس ترنینگ پروواید کو برسی. خب 5500 اصلی فیسش بود. اگه متوجه شده باشین دمینوی لیست بیان، شما دا ایتم لیست که بیان چند است؟ 5500 است.
صحیح است. خب میگم این ترنینگ شما پروواید کرد، خب چند ساعت مثلا کار کرد؟ میگم هر روز یک ساعت اینا چی کرد؟ ترنینگ پروواید کرد. یا فرض مثال اینم 3 ساعت که است اینا کار کردن اینجا مکمل، 3 روز یک ساعت ترنینگ پروواید کرد برای سی. بس تاریخ چیزای شما میتونید کدام هفته بود؟ مثلا اینم هفته بود، این انتخاب شده گیست. بعد از اون چی میکنم؟ فقط سیو این کلوز میگم، صحیح است. سیو این کلوز کلیک کردم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم، حالا که ما بیم در مشتری ما، در مشتری مثلا به نام اینترکانتیننتال بود، برای ازی میخوام که یک دانه انوایس چور کنم. در نیو ترانزکشن اومد، میگم انوایس چور میکنم. وقتی که انوایس انتخاب کردم، میگم برای ازی مشتری ما کس یک انوایس چور میکنم. باز کویک بوک برای ما مسیج میده که the customer or job you have selected has outstanding billable time and cost. Do you want to select the outstanding billable time and cost? Yes, okay, click کردم. این شما بینی رکولش سلیکت آل میکنم. 3 ساعت مثلا اینا برای ازی ترنینگ پروواید کردم. 3 ساعت اینجا چند چارج کردم؟ متوجه هستین 6050 افغانی چارج کردم و قیمت اصلیش اگر شما متوجه باشین چقدر بود؟ 5500. اینا رو شما ببینین، 5500 ضرب 15 تقسیم 100 میکنم، چقدر میشه؟ 825 جمع 5500 چقدر میشه؟ تقریبا ببخشین 10% بود، 15% بنام فهم چقدر بود. اینا لی یک دقیقه ما یک کلوز میکنم، میبینم اینجا که این مشتری را که ما انتخاب کرده بودیم، وندر چند فیصد برش چی کرده بودیم؟ دیوا بود فکر کنم، دیوا. بیایم دیگه اینجا دی پیمنت بریم، تاپ وندر ما بود. خب چونی مشتری ما تاپ مشتری است، فکر کنم که نمیفهم 20% بود 15% هرچه قبود. هدف میست که شما اینجا ببینین که در اینجا قیمت را که ما تعیین کردیم چند بود؟ 5500 بود، درست 5500 بود. وقتی که این مشتری را ما برش انوایس جور میکنیم، وندر کلوز میکنیم، این مشتری را وقتی که ما برش انوایس جور میکنیم، بیاین در اینجا شما مثلا اینترکانتیننتال انتخاب کنین، اوکی بگین. شما ببینید اینجا چی میگه برای ما؟ 6050 افغانی نشان میده برای ما. یعنی به این معنی که اینی پولی که شما میبینین از 5500 افغانی که من منفی کنم، ببخشین از 6050 افغانی که من منفی کنم 5500 افغانی چقدر میمانه؟ 550 افغانی. این را اکسترا چارج کرده. این تاثیر چی بود؟ اونمو بلینگ ریت لیولی که ما به اینمی وندر ما چی کرده بودیم؟ انتخاب کرده بودیم. اینال اگر من این را پس کنسل کنم، باز این را من کنسل میکنم، صحیح ایر نو انتخاب میکنم، میایم مثلا ای تو زد آی تی سرویس ایر انتخاب میکنم. به طور مثال برای ازی کس یک دانه ایمپلایی ما این دفعه چی کرد؟ سرویس پروواید کرد. او دفعه چی بود؟ وندر بود. یوز ویکلی تایم شیت انتخاب میکنم، میگم بیادر از ما کارمندای ما کس ترینرای ما بیکار بود، با یک ترینر ماست به نام اجمل همدرد. ای کس چی کرد؟ به مشتری ما به نام ای تو زد است برازی سرویس پروواید کرد. کدام سرویس پروواید کرد؟ کویک بوکس ترنینگ پروواید کرد. خب نوٹ چیز رو نوشتم که نمیگم، فقط چند ساعت مثلا تقریبا 2 ساعت ده هفته، دینی هفته 2 ساعت یا ترنینگ پروواید کرد. بعد از اون چی میکنم؟ این دفعه سیو نیو انتخاب، یک دانه سیو نیو انتخاب میکنم و باز میگم و محمد اسلام هم کسی یک ترنینگ پروواید کرده، سرویس پروواید کرده. به کدام مشتری ما؟ به نام باریا دلتا یک مشتری ماست، برای ازی ترنینگ پروواید کردن. کدام ترنینگ؟ اینمی ترنینگ کویک بوکس ترنینگ، دسکتاپ ترنینگ. خب ایم 3 ساعت ترنینگ پروواید کردن، صحیح شد. او دیگه 3 ساعت بود، نفهم چقدر بود، مثلا 2 ساعت ایره سه ایره دور میکنم، 2 ساعت، صحیح است، 2 ساعت ترنینگ پروواید کرد. ایرم چه میکنم؟ سیو این کلوز میگم. اینال شما ببین وقتی که ما با ای تو زد آی تی سرویس، صحیح است، برای ازو ما انوایس جور میکنم، آمدن دیجی میگم نیو ترانزکشن، برای ازی انوایس جور میکنم، از سر میگیرم اینجا، ایر آمدم میگم آی تی ای تو زد آی تی سرویس، اینجا اوکی انتخاب میکنم. شما ببینید 2 ساعت برای ازی ترنینگ پروواید کرده، سلیکت آل میگم. خب برای ازی مشتری ما که بنام ای تو زد آی تی سرویس است، ما اوتستندینگ بلیبل تایم این کاست داریم که دو ای سرویس هم کس بنام یک کارمند است بنام اجمل همدرد ای پروواید کرده. به کدام تاریخ؟ اینمی تاریخ. چی سرویس پروواید کرده؟ کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ پروواید کرده. چند ساعت؟ 2 ساعت. ساعت چند هستن؟ 6600. اگر شما متوجه باشین ما اکچوال قیمت ما که است 5500 بود، از 6600 که ما 5500 منفی کنیم تقریبا 11% تفاوت میاد و این 11% که از اونمو 20% است که ما گفته بودیم که اگر اجمل همدرد
با کسی ترنینگ پروواید میکنه 20% اکسترا باید چار شوه. این حال سر کنیم 5500 من انتخاب کردم ای ضربی 20 میکنم ببخشین 5500 ضربی 20 و تقسیمی 100 باید 1100 بیه 1100 افغانی را اضافه چارج کردم. خب وقتی که من ایره اوکی کلیک کنم اینا من ایره اوکی کلیک کردم انوایس بر ازی جور شد سه از این انوایسش مکمل چقدر میشه 13200 افغانی میشه. فقط من سیو این کلوز کلیک کردم چون ایجا ما اینمی ایمیل لیتر انتخاب کردیم مسیج میتباری ما او را غیر فعال کردم بعد از این کلوز گفتم. اگر ما بیایم در مشتری دیگه ما که به نام آریا دلتا است بر ازی میگم یک انوایس جور میکنم سیز اد تایم کاست انتخاب میکنم یا از قسمت یک چیز میخو این ما اینجا آمدم آریا دلتا را انتخاب کردم بعد از اوکی کلیک کردم. این حال شما ای را ببین برازی هم 2 ساعت ترنینگ پروواید کردم مگم این دفعه محمد اسلام پروواید کردم قیمت شما ببینین چقدر شده 4950 افغانی شده حتی از امو قیمت استاندارد که هستن هم کم کردم. یعنی قیمت استاندارد چقدر بود 5500 5500 ضرب 10 و تقسیم 100 مثلا تقسیم 100 میکنه میره چقدر میشه تقریبا 550 افغانی میشه. اینالی از 5500 افغانی منفی کنیم 550 افغان چقدر میمونه 4950 یعنی 10% از مستاندر ریت چقدر لوور کده. اینو میترن یعنی کسی را که امپلوی ما ترنینگ میتا 10% کم میگیره و کسی را که اجمل همدر ترنینگ میتا 20% اضافه میگیره. دیگه ایره باز ما اوکی کلیک میکنم و رزو اینمی اپشن غیر فعال میکنم و سیو این کلوز میگم. این حال شما ببینید ایجا 9900 افغانی سر ازی چارج شده سر ازی مشتری ما شما و سر ازی 13200 افغانی چارج شده تقریبا 30% تفاوت داره. صحیحه 30% تفاوت داره. یعنی ده اینجا که هست مثلا 40% 10% تخفیف داده بودیم به اینمی امپلوی و سر ازی که هست 20% دیگه هم اکسترا چارج کردیم. دیگه دوستا ای بود طریقه استفاده و جور کردن بلینگ ریت لیول اگر در بخشی وندر باشه اگر در بخشی امپلوی باشه چه قسم شما او را ست میکنین و در جریان جور کردن انوایس به مشتری سر ازو تطبیق میکنین. بازم دوستا اگر شما کدام سوال داشتین از ما در یوتیوب چنل دارم شما وقتی که یوتیوب باز کنید اینجا بین نوشته کنین محمد اسلام صاحب زاده و بعد از او انتر کلیک کنین به این شکل یوتیوب برتن جواب را ارائه میکنه. اینی را که میبینین شما چنل ماست یا ویدیوی چنل ماست خب هر صورت اینی مستقیم چنل ماست از اینکه شما کلیک کنین این را که کلیک کردین بعد از او شما داخل چنل یوتیوب ما میشین و در بخش پلیلیست بیاین هر پروگرامی که به طبیعت شماست شما از جدید ها میتونید. ما اینجا پروگرام ها را کتگورایز کردیم منظم کردیم مثلا چه قسم شما میتونید پاور اسو که یک سافتویر بسیار مهم است را استفاده کنین آموزش اینترنت مثلا آوتلوک 2019 چه قسم از شما از اینترنت موادای درسی را ویدیو را سافتویر را دانلود میکنین فیسبوک طریقش استفاده شه به مو شکل مثلا اکسل به مو شکل کویک بوک شما میبینید اینترنت بخشای دیگه شه اکسل فینانشل اکاونتینگ اینی درس ها رو من روزمره که ریکارد میکنم در یوتیوب اپلود میکنم در بازار شاید نباشم اگم در اینجا است. خب از یاد تنها را که خود از سبسکرایب کنین به چنل ما و ویدیوهایی که مورد علاقه تان بود لایک کنین و کومنت نوشته کنین نظر داشته باشین نظر با ما شریک کنین و اینی مسائل اینی آدرس چنل ما دوستایتون که علاقه مندی برنامه های کمپیوتر و بخش مدیریت مالی هستن با اونا هم شریک بسازین که تا اونا هم از این مسائل از این پروگرام ها آگاه باشن و از این استفاده کنن. در درسی بعدی انشالله روی مسائلی بعدی برنامه کویک بوکس ما شما صحبت میکنیم.